باید چی کار بکنم. اگر بچه ها بیسیک طراحی رو دارید، یعنی میدونید چطوری باید طراحی کنید ولی خیلی حرفه‌ای نیستین، کاری که باید انجام بدید اینه، شروع کنید یک اول بچه ها موضوع های امتحان عملی سال های قبل. خب اینو میاد از اینترنت در میارید، مثلا یه سال اومده گفته حوزه در واقع مثلا حوزه امتحان عملی رو بکشید، یه روز اومده گفته یه سال رای گیری، یه سال راهپیمایی مثلا 22 بهمن، یه سال چه میدونم یه گالری نقاشی، سال کنکور من شهر بم همراه با مهندسین بود. یعنی یا بهتون موضوع های مختلف میدن. وقتی که در واقع باید موضوع مختلف امتحان عملی رو در بیارید، با یه سرچ کوچیک متوجه میشید که بچه ها امتحان عملی چند تا پارت مختلف داره. مثل چی؟ مثل فیگور، توش نمره داره. مثل ترکیب بندی، توش نمره داره. مثل رنگامیزی، توش نمره داره. مثل خلاقیت، توش نمره داره. و چیزهای شبیه به در واقع. من اینا رو برای خودم در میارم و میبینم اگر بخوام یک نمره خوبی بیارم باید روی اینها مسلط بشم. خب خانم اسکندری، من اصلا فیگور بلد نیستم چی کار کنم؟ شما اگه الان همین الان هم یک کلاس طراحی برید، اول از همه میاد بهتون یک فرمتی رو از فیگور کشیدن یاد میده که چیه؟ اینه که مثلا شما باید بیایید 7 تا یا 8 تا در واقع سر بکشید و با توجه به اون حالا یه فیگوری رو به این شکل میتونید طراحی بکنید. پس میتونید حتی توی کتاب طراحی 1 و 2 که همتون باید بخونیدش و یه گشتن توی اینترنت دست در واقع به دست بیارید کشید و شروع کنید روی همون کم کم مانور دادن. یعنی خودتون برای خودتون یک بیس سازی کنید و سعی کنید اون چیزی رو که بهتون گفته بکشیدن کنید. بعد میتونید به کسایی که حالا اطرافتون دارید، اگر هنرستانی باشید که قطعا معلم طراحی دارید، اگر هنرستانی نباشید مثلا شاگرد مایید، میتونید برای ما طراحیاتون رو بفرستید، ما میتونیم در رابطه با طراحیاتون بهتون یه سری نظر بدیم. مثلا بگید فیگوراتون این ایرادو داره، ترکیب بندید این ایرادو داره، انقدر از سوپر افتادم، این ایرادو داره و در واقع میتونید برید با سرچ کردن اون ایراده رو برطرفش بکنید. این جز اون کارهایی که بهتون کمک میکنه که انجام بدید. عمل طراحیتون خوبه که فقط به صورت دستگرمی کار انجام بدید، ولی با سرچ کردن همین الان میتونید روی طراحیتون بچه ها کار انجام بدید. خب این تا اینجا اوکی. سوال دقیقاً توی کتابای طراحیتون بچه‌ها هستش، یعنی واقعا رو خود کتاب طراحی دو بیاید شروع کنید روی فیگور مانور بدید، از رو بکشید. یعنی اینکه از چیزایی که بهتون خیلی کمک میکنه که آناتومی درست دستتون بیاد، علاوه بر اینکه این موضوع رو بهتون یاد میده، بهتون کمک میکنه اگر از رو بکشین آناتومیتون درست‌تر و درست‌تر بشه. بعد حالت‌های مخالف، اول از ایستاده شروع کنید، بعد مثلا در واقع کج شده، دولا شده، نشسته، حالت‌های مختلف. به کجا میرسید بچه‌ها؟ به اینجا میرسید که مثلا نمیتونید دست رو خیلی خوب بکشید. وقتی که توی این فرآیند قرار میگیرید که نمیتونید یه قسمت رو خیلی خوب بکشید، پس کم کم باید باهوش باشید، مدلی طراحی بکنید که به کشیدن دست احتیاج نداشته باشید. مثلا میتونید یه کاری بکنید که طرف دستش پشتشه، یا مثلا یه کتابی رو گرفته دستش، یه چیزی رو گرفته دستش که شما خیلی انگشتای دستش رو نمیبینید، و اینا دیگه برمیگرده به اون هوش و خلاقیت خودتون توی کار کردن. خب این از فرایند در واقع طراحی. خب بریم سراغ این که ببینیم بچه ها میخواییم توی این مدت چی کار بکنیم. خب ما یه سری عادت کردم نمیزنم، ما یه سری شاگرد داریم، امروز از اون روزامه ها اینقدر حرف زدم از صبح که در واقع تمام انرژیمو دیگه جمع کردم بیام اینجا که واقعا با هم بتره کنیم. یه داستانی بچه ها وجود داره، این که یکی از بچه ها الان همینجا به من گفته که در رابطه با اینکه انگیزه داشته باشیم حرف بزنیم. این جمله رو فقط در واقع اسمشم بهاره، الان فقط بهاره اینو به من نگفته. من خیلی از بچه ها میشنوم که وای ما انگیزه هامون رو از دست دادیم چی کار کنیم. یه داستانی که وجود داره بچه ها، توی این برهه از زمان من میام شروع میکنم با بچه ها در مورد که خب اینو بخون، اینو بخون، بیا ساعت مطالعه رو اضافه بکنیم و فضاهای این مدلی شروع میکنم به حرف زدن. اون دانش آموزم واقعا احساس میکنه که توی این برهه از زمان خیلی احتیاج داره که یه آدمی بیاد بهش یک حرفایی رو بزنه که کمکش بکنه.
در جواب به من میگه من تلاش خودم رو میکنم، من سعی میکنم ساعت مطالعه رو برسونم مثلا از 5 ساعت به 5 ساعت و نیم، اصلا از 10 ساعت به 10 ساعت و نیم. وقتی این جمله رو به من میگه، بچه ها، بزرگترین خیانت رو داره به خودش میکنه. داستان چیه؟ وقتی که من میام میگم آقا من میخوام سعی کنم یا من تلاش خودم